سلام. خب به مناسبت دهه ریاضیات در خدمت شما هستیم با ارائه نه چندان طولانی درباره مدل سازی ریاضی. من ابتدا چند دقیقه راجع به موضوع مدل سازی ریاضی صحبت خواهم کرد و اینکه چرا مدل سازی ریاضی در اکسل رو برای این ارائه انتخاب کردم و بعد به سراغ قسمت اصلی ارائه خواهیم رفت. صحبت هایی که بنده خواهم کرد پیش نیاز جدی نداره، ولی با فرض اینکه مخاطب این ارائه دانشجویان رشته ریاضی هستند آماده شده و گذراندن دروس معمول مقطع کارشناسی ریاضی شاید در فهم برخی از مثال هایی که ارائه خواهیم کرد کمک کنه، ولی حتی برای شنوندگانی که احیانا دانشجو رشته ریاضی نیستن و دروس رشته ریاضی رو نگذروندن هم اکثر ارائه قابل استفاده خواهد بود. خب با این شروع کنیم که اساسا مدل سازی ریاضی یعنی چی. ببینید، هر جایی که ما ریاضی رو در دنیای واقعی در حل مسئله به کار میبریم داریم از مدل سازی ریاضی استفاده میکنیم. ما تا میخوایم تو این اسلاید به مدل سازی ریاضی به شکل یک فرایند نگاه بکنیم و مراحل مختلف این فرایند رو توضیح بدیم. شاید چیز جدیدی برای شما نداشته باشه، ولی اون چه از مدل سازی ریاضی احتمالاً تا الان در ذهن دارید رو شاید کمی منظم کنه در ذهنتون. خب ببینید، گام اول با یک پدیده که ما میخوایم مطالعهش بکنیم شروع میشه. ممکنه یک پدیده طبیعی باشه، ممکنه یک سیستم مهندسی باشه که توسط انسان طراحی و ساخته شده، ممکنه یک پدیده اجتماعی باشه، یک پدیده‌ای که قابل بررسی توسط ریاضی هست، یعنی ما میتونیم اون اندازه‌گیری کنیم، کمی کنیم، عددی کنیم. از اینجا شروع میشه مدل سازی ریاضی. در گام بعد شما باید با توجه به ماهیت اون پدیده و با دانشی که از ریاضیات دارید یکی از انواع و اقسام مدل‌های موجود در ریاضی رو انتخاب بکنید برای کاربرد در اون پدیده. منظور از مدل‌های ریاضی چیه؟ مثلا معادلات دیفرانسیل یک نوع مدل ریاضیه که یک نوع از پدیده ها رو میشه با استفاده از اون مدل کرد. پدیده هایی که در طول زمان تغییر میکنن و نرخ تغییرات اونها رو ما میتونیم به سایر متغیرهای موجود تو اون پدیده ربط بدیم. یا به عنوان مثال ماتریس ها، بسیاری از پدیده ها رو شاید ما بتونیم با استفاده از ماتریس ها مدل کنیم، یا با استفاده از توابع، یا با استفاده از گراف. انواع و اقسام ساختارهای ریاضی که توی شاخه‌های مختلف ریاضی وجود داره، ساختارهای جبری، ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای آنالیزی و غیره، اینا انواع مدل‌های ریاضی هستن که در اختیار ما هستن برای مدل سازی اون پدیده طبیعی. پس تو گام بعد ما اون مدل ریاضی مورد نظرمون رو هم انتخاب کردیم. در گام بعد باید بریم تو اون پدیده متغیرهای موجود رو شناسایی کنیم و روابط بین اونها رو بر اساس اون نمادها و زبان اون شاخه از ریاضی که قرار است مدل سازی درش انجام بشه بنویسیم. به عنوان مثال تو این نموداری که فقط به عنوان مثال آوردم، تعدادی از متغیرها و مؤلفه‌های یک
پدیده یا یک سیستمی ارتباطشون با هم مشخص شده، کدوم یک رو کدوم یک تأثیر میذاره، کدوم یک در واقع باعث تغییر، افزایش، کاهش اون یکی میشه و غیره. وقتی این مرحله رو ما انجام میدیم دیگه موفق شدیم اون پدیده طبیعی، فیزیکی، مهندسی رو کاملا ترجمه کنیم به یک مسئله ریاضی که ممکنه یه دستگاه معادله خطی باشه، ممکنه یک دستگاه معادله دیفرانسیل باشه، ممکنه یک معادله تابعی باشه و انواع اقسام در واقع معادلاتی که ما توی ریاضی دیدیم. تو این مرحله گام بعدی در واقع حل اون مدلیه که ما بهش رسیدیم، حل اون مجموعه معادلات، اون دستگاه معادلاتی که بهش رسیدیم. که اینجا هم خیلی مهمه بگیم منظور ما از حل چیه. وقتی میگیم حل یک مدل، حل یک مسئله ریاضی، گاهی منظور به دست آوردن یک فرمول برای جواب اون مسئله هست که ما بتونیم توی ماشین حساب یا توی ابزار کامپیوتری اون فرمول رو با جایگذاری پارامترهای موجود در مسئله مقدارش رو حساب بکنیم. اما در بیشتر مسائل این عملی و شدنی نیست. فقط در مسائل ساده هست که ما میتونیم یه فرمول در واقع بسته برای جواب مسئله داشته باشیم. در بیشتر مسائل واقعی ما تو مرحله حل مدل ناگزیر هستیم به در واقع ارائه یک الگوریتمی که با دقت مورد نظر بتونه جواب اون مسئله رو به دست بیاره. بنابراین ممکنه پس از حل مدل ما به یک فرمول نرسیم، بلکه به یک الگوریتم محاسباتی برای محاسبه جواب اون مسئله برسیم. ممکنه به یک در واقع روش محاسباتی عددی برای به دست آوردن جواب اون مسئله برسیم. همه این انواع حل از نظر ما یک حل مورد قبول برای اون مسئله ریاضی هست. خب وقتی مسئله رو حل کردیم، اون در واقع الگوریتم محاسبه جواب رو به دست آوردیم، حالا میایم نتایج مدل رو بررسی میکنیم و با اون پدیده طبیعی و با اندازه‌گیری های جدیدی که از اون پدیده طبیعی انجام دادیم مقایسه میکنیم و تطبیق میدیم و میبینیم که آیا این نتایج قابل قبول و راضی کننده و معتبر هست یا خیر. ممکنه بر اساس نتیجه بررسی این مرحله و اعتبار سنجی اون مدلمون و جوابمون ما بریم و دوباره مدل انتخاب شده رو بر اساس اون پدیده بهبود بدیم، جنبه های بیشتری، مؤلفه های بیشتری به مدلمون اضافه کنیم یا برخی از فرضیات رو تغییر بدیم و دوباره این چرخه رو تکرار بکنیم تا به مدل های بهتر و بهتری برسیم. خب این چرخه‌ای که ما دیدیم چرخه‌ای هست که در ریاضیات کاربردی دائم در حال تکرار هست و این طور هست که مدل‌های بهتر و بهتری برای توصیف و پیش‌بینی و کنترل انواع پدیده‌های اطراف ما توسعه پیدا می‌کنه. خب امیدوارم یک آشنایی کلی با مفهوم مدل سازی ریاضی پیدا کرده باشین. اگر احساس کردین کمی توضیحات کلی بود، توی مثال هایی که توی اسلاید های بعدی خواهیم دید در چند مثال خیلی مشخص نمونه های از مدل سازی ریاضی رو خواهیم دید. خب حالا قسمت دوم عنوان این سخنرانی اکسل بود. اکسل احتمالا همتون به گوشتون خورده و چه بسا با این نرم افزار کار کرده باشین. اکسل یک نرم افزار شناخته شده و نسبتا قدیمی هست که نرم افزار در واقع جامعی برای ذخیره داده و تحلیل داده، پردازش داده و همچنین رسم نمودار و مصورسازی داده ها هست. نرم افزاریه که توی انواع اقسام کسب و کارها و
رشته های مختلف ازش استفاده میشه. این کارکرد اصلی نرم افزار اکسل هست. حالا ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا ما از نرم افزار اکسل که اصولا نرم افزاری برای تحلیل داده هست میخوایم استفاده کنیم برای مدل سازی ریاضی. واقعیتش توی انتخاب این موضوع من دو تا هدف داشتم. یکی این که این نرم افزار در دسترس همه هست، شما هم احتمالاً بدون نیاز به مثلا نصب یک نرم افزار جدید راحت میتونید به یک کامپیوتری که در واقع نرم افزار اکسل روی اون نصب شده باشه دسترسی داشته باشین. و در نتیجه پیاده سازی این مثال هایی که در ادامه ارائه خواهیم دید بسیار راحت خواهد بود براتون. نکته دومی هم که مد نظرم بود این بود که واقعا من جدا از موضوع مدل سازی که موضوع ارائه امروز هست توصیه میکنم حتما با حوزه بسیار جدید تحلیل داده و نرم افزارهایی که در واقع مخصوص تحلیل داده طراحی شده حتما آشنا بشین و این مهارت کار کردن با اونا و دانش تحلیل داده و ابزارهای تئوری و ریاضی تحلیل داده رو یاد بگیرید، به دلیل اینکه این حوزه یعنی حوزه تحلیل داده امروز یکی از فعالترین و در واقع پرمتقاضی ترین حوزه های علمی هست که در همه صنایع و رشته های مختلف به افرادی که مهارت لازم این حوزه رو داشته باشن نیاز هست، که فکر میکنم توی سخنرانی های قبلی برنامه امروز هم راجبش صحبت شده و متوجه این موضوع شدین. بنابراین یکی دیگه از اهدافم از انتخاب این نرم افزار این بود که در واقع این ارائه بهانه‌ای بشه برای شروع تجربه کار کردن با دیتا یا داده، حالا در نرم افزار اکسل یا هر نرم افزار تحلیل داده دیگری. ولی به هر حال به این نکته لازم هست اشاره کنم که همونطوری گفتم اصلا کارکرد نرم افزار اکسل یا نرم افزار مدل سازی ریاضی نیست، گرچه خیلی از مدل سازی های ریاضی رو میشه در نرم افزار اکسل انجام داد، اما در واقع نرم افزارهای تخصصی مدل سازی ریاضی وجود داره که اصلا به منظور مدل سازی ریاضی ایجاد شده و حالا فقط از جهت اینکه به گوشتون خورده باشه و شاید هم قبلا شنیده باشین من تعدادی از اونها رو اینجا لیست کردم. برخی از این نرم افزارها مثل نرم افزارهای در واقع مطلب، ماتماتیکا و میپل، اینا نرم افزارهای همه منظوره مدل سازی ریاضی هستن، یعنی همه انواع مدل سازی ریاضی رو میشه باهاشون انجام داد. برخی نرم افزار و نرم افزارهای تخصصی تری هستن که نوع خاصی از مدل سازی ریاضی مثل نرم افزار گمز که در واقع مدل های بهینه سازی رو میشه درش انجام داد، یا جوجبرا که مسائل هندسی رو میشه درش بررسی کرد، یا نرم افزار نت لوگو که مخصوص مدل سازی های مبتنی بر عامل یا ایجنت بیسد هست، و بسیاری نرم افزارهای دیگه که شاید من چون خودم باشون آشنا نبودم اینجا نیاوردم، ولی سعی کردم اونایی که سراغ داشتم و معروف هستن رو بیارم. بنابراین اصلا ادعا نمی کنیم اکسل نرم افزار مناسبی برای مدل سازی ریاضی هست، اما نرم افزار در دسترس و در واقع بسیار بیش از اون چه شناخته شده قابلیت داره. تعدادی از مثالاش رو توی این ارائه خواهیم دید. خب این یک مقدمه از صحبتمون و حالا بریم سراغ چند تا مثال. واقعیتش زمان ارائه خیلی کوتاه‌تر از اونیه که بشه مدل سازی ریاضی رو به طور جامعی معرفی کرد یا حتی یکی یا چند تا مثال رو در واقع به طور عمیقی بررسی کرد. ما مجبوریم یه تعداد محدودی مثال از بعضی از حوزه های مدل سازی ریاضی رو در حدی که زمانمون اجازه میده بررسی بکنیم، که این کار رو الان انجام خواهیم داد و در مورد هر مثال هم سعی میکنیم که در اکسل اون پیاده سازی رو همین الان انجام بدیم و نتایج رو ببینیم. خب با یک مسئله خیلی
کلی که تو بسیاری از مدل سازی ها ظاهر میشه شروع میکنیم و اونم حل معادله است. بسیاری از مسائل مدل سازی بعد از ترجمه اون پدیده به زبان ریاضی شما با حل یک معادله مواجه میشین. اون معادله ممکنه یک معادله یک متغیره یا چند متغیره باشه، ممکنه یک معادله و یک دستگاه معادله باشه. اینجا به دلیل محدودیت وقتمون و اینکه میخوایم یک ارائه مقدماتی داشته باشیم، ما یک در واقع حل یک معادله تک متغیره رو سعی میکنیم بررسی بکنیم. خب شاید در جبر دیده باشید قضیه آبل رو، قضیه معروفی که در واقع نشون میده خیلی از معادلات با استفاده از فرمولای جبری قابل حل نیستن. به طور خاص معادلات درجه 5 به بالاتر هیچ فرمول جبری برای حل این معادلات برخلاف معادله درجه 2، 3 و 4 که در جبر مقدماتی دیدین، برای معادلات درجه 5 به بالا فرمولی برای حل این معادلات وجود نداره. خب پس برای حل این معادلات چی کار باید کرد؟ باید رفت سراغ روش های عددیه و روش های تقریبیه در واقع حل معادله. با من مثال با این معادله درجه 5 شروع بکنیم، معادله در واقع x5 منهای 3x به علاوه 1. اینو به شکل تابع fx نگاه میکنیم و فرض کنید میخواییم که ریشه های این تابع رو به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی جایی که مقدار این تابع برابر با صفر میشه. خب احتمالاً روش مختلفی به ذهنتون میرسه، خصوصا اگر دروسی مثل آنالیز عددی رو قبلا گذرونده باشین. اما الان ما میخوایم بریم یک روش خیلی ساده رو در اکسل برای به دست آوردن ریشه این معادله پیاده سازی بکنیم. خیلی خوب، من یه اکسل خالی اینجا باز کردم و خب اگر زیاد با اکسل آشنا نیستین یا آشنایی کلی الان پیدا میکنیم. ابزار اکسل مبتنی بر جدول هست، یعنی همه کارها به صورت جداولی از اعداد و محاسبات داخل جدول، فرمول هایی که در واقع بر حسب سایر درایه های اون جدول، خونه های اون جدول، مقادیر خونه های دیگه جدول رو محاسبه میکنه. این قابلیت اصلی در واقع محیط اکسل و همه انواع سایر نرم افزارهای به اصطلاح میگن صفحه گسترده یا اسپریدشیت که وقتی شما بازشون میکنید یه جدول بزرگ میبینید. خب چطور ما میتونیم با استفاده از جداول اکسل بیایم ریشه یک معادله درجه 3 مثل x5 منهای 3x به علاوه 1 مساوی 0 رو پیدا بکنیم؟ بیایم از یک فرمول ساده شروع بکنیم. من اینجا یکم زوم کنم که بهتر دیده بشه. خب فرض کنید من میخوام جدولی تشکیل بدم از مقادیر x و fx متناظرشون. خب من اینجا می‌نویسم x، اینجا می‌نویسم fx. می‌خوایم جدولی تشکیل بدیم، مثلا مقادیر مختلفی از x رو اینجا بذاریم، مقادیر مختلفی از fx رو اینجا بذاریم. مثلا مقادیر ساده‌ای که با شروع می‌کنیم اعداد صحیح نامنفی هستن مثلا، و بعد مقادیر fx رو میخواییم اینجا بذاریم. چطوری میتونیم به اکسل بفهمونیم که f هر مقدار x رو جلوش بنویسه؟ شما کافیه یکی از این مقادیر رو فرمولش رو به اکسل بدین و اکسل خودش سایر مقادیر رو به صورت اوتوماتیک همون فرمول رو براشون محاسبه خواهد کرد. ما چه فرمول رو میخواییم محاسبه کنیم؟ x5 منهای 3x به علاوه 1. خب اینجا مینویسیم مساوی هست با مقدار x متناظر این خونه هست، خونه A2. من روش کلیک میکنم خودش مینویسه A2 به توان 5 منهای 3 ضرب در x. دوباره مقدار x رو انتخاب میکنم که همون A2 هست به علاوه 1 و مساوی رو میزنم. خب میبینیم که اینجا نوشت 1
اگر دقت کنید فرمول اینجا میبینید همون فرمولی هست که تایپ کردم و اینجا قابلیت خیلی خوب اکسل ظاهر میشه که اگر شما این فرمولی که وارد کردین رو این خونه در واقع این گوشه پایین سمت راستش یه مربع کوچیک هست اینو بگیرید و بکشید پایین تا جایی که جدول ادامه داره میبینید که مقادیر متناظر در واقع fx رو برای اون x هایی که اینجا داشتین برای شما محاسبه میکنه. این قابلیت بسیار مفید اکسل است که امروز زیاد ازش استفاده میکنیم. خب یکی دیگه از قابلیت های اکسل هم الان ببینیم، رسم خیلی ساده نمودار. شما وقتی مثلا یک مقادیری از x و یک مقادیری از fx رو داشته باشین با یک دکمه میتونید نمودار اون تابع مربوطه رو رسم بکنید. حتی خودش در واقع انواع تابو به شما نمودارا رو به شما پیشنهاد میکنه که ما اینجا اینو انتخاب میکنیم. خب همونطور که میبینید یک الان یکم کوچیکترش کنم که توی صفحه ما جا بشه، یه نمودار رو ما نشون میده که البته این نمودار تقریبی از نمودار تابو هست چون که در واقع تعداد محدودی نقطه رو 9 تا نقطه رو ما اینجا مقادیر x و fx رو داریم و بعد اونا رو با پارخطای راست به هم وصل کرده. خب هرچی بخوایم بیشتر شبیه نمودار واقعی تابع F باشه باید این نقاط رو تعدادشو و فاصلهشونو در واقع تعدادشونو بیشتر و فاصلهشونو کمتر کنیم و به هم نزدیکترشون کنیم تا این نمودار هموارتری بشه و شبیه نمودار اون تابع F بشه. خب برگردیم به مسئله اصلیمون، پیدا کردن ریشه تابع F. از روی نمودار چجوری ریشه تابع میشد به دست آورد؟ جایی که در واقع نمودار با محور افقی تلاقی پیدا میکنه، یعنی این خط اینجا میشه نمودار در واقع ریشه. خب اینجا ببینیم که اینجا که دیگه در واقع مقدار F شروع به افزایش پیدا میکنه و دیگه ریشه نداره، ما باید اینجا دنبال ریشه بگردیم. وقتی میبینیم توی جدول نگاه میکنیم به مقادیر میبینیم که مقدار F توی 0 برابر با 1، مقدارش توی 1 برابر با منفی 1. خب اینجا از قضیه مقدار میانی در ریاضی عمومی اگر یادتون باشه میتونیم نتیجه بگیریم که پس حتما F باید یک ریشه بین این دو مقدار یعنی بین 0 و 1 داشته باشه. پس اگه ما بخوایم دنبال ریشه تابع F بگردیم این بین 0 و 1 باید دنبال ریشه بگردیم. حالا فرض کنیم می‌خوایم اون ریشه رو به دست بیاریم. خب چجوری این کار رو بکنیم؟ من این نمودار رو فعلا پاک می‌کنم، اینجا رو یکم خلوت می‌کنم. ما می‌خوایم زوم کنیم بین 0 و 1. چجوری این کار رو بکنیم؟ خب دوباره یه جدول جدید ایجاد می‌کنیم از مقادیر x و fx. این بار از 0 شروع می‌کنیم ولی 1/10 می‌ریم بالا. تا کجا؟ یه قابلیت خوبه دیگه اکسل اینه که دنباله‌های عددی رو به صورت اتوماتیک خودش تولید میکنه. اگه شما بنویسید 0 و 1/10 و بعد این مربع پایین سمت راست رو بگیرید و بکشید پایین، خودش در واقع تا هر جایی که برید جلو 1/10 اینو زیاد میکنه. پس من یه جدول جدید میخوام ایجاد کنم از مقادیر x بین 0 و 1 و مقادیر f اونها. دیگه لازم نیست فرمول f رو تایپ کنم. اگه من اینو کنترل C و کنترل V کپی کنم اینجا و بعد این رو بکشم بیارم پایین، همه F ها رو اینجا برای من حساب میکنم. خب دوباره میتونیم نمودار X رو تو این رنجی که از در واقع X داریم رسم بکنیم تو قسمت insert نمودار، نمودار خطی و بله این نمودار تابع F هست. خب همونطور که میبینید در واقع مقدار x از 0 شروع میشه تا 1 و این هم مقدار fx هست و تقریبا حدود اون ریشه f اینجا مشخصه، چیزی بین 3/10 و 4/10 هست. خب حالا اگر ما با دقت بیشتر بخوایم اینو به دست بیاریم چیکار کنیم؟ خیلی ساده است، ما انگار در واقع زوم میکنیم بین 3/10 و 4/10. اینجا توی جدول وقتی نگاه میکنیم ببینید که تو 3/10 مقدار F مثبته، تو 4/10 مقدار F منفیه. پس باز طبق قضیه مقدار میانی میدونیم یه ریشه بین اینا هست. پس این بار این جدول رو به جای اینکه از 0 تا 1 بریم از 3/10 تا 4/10 میریم، این بار 1/100 1/100، یعنی اینجا می نویسیم 3/10، اینجا می نویسیم 31/100
همونطور که می‌بینید من هر خونه‌ای که تغییر میدم مقدار FX‌اش اتوماتیک تغییر میکنه و بعد اینو میاریم تا پایین. الان چه اتفاقی افتاد؟ در واقع ما زوم کردیم روی مقدار 0.3 تا 0.4. این نمودار چون روی نمودار قبلی کشیده شده رنجش تنظیم نشده، اگر یک بار دیگه انتخاب کنیم و این نمودار رو بزنیم این رنجش هم در واقع تنظیم است از 0.3 تا 0.4. اما تو که ببینید خیلی نمودار شبیه خط شد. دلیل اینه که ما خیلی روی نمودار F زوم کردیم. شما رو هر قسمت از نمودار یک در واقع ماده تابع چند جمله زوم بکنید، از جای به بعد چیزی شبیه خط با یه شیب مشخص میبینید. خب تقریبا الان حدود ریشه دقیق تر مشخص شد، بین تقریبا 33 صدم و 34 صدم هست که تو جدول هم اینو میتونیم مشاهده کنیم. 33 صدم مثبته، 34 صدم منفیه، پس بین 33 صدم و 34 صدم. باز میشه این فرایند رو ادامه داد و هی یه رقم یه رقم با دقت بیشتری ریشه رو به دست آورد. مثلا اینجا این بار میتونم بزنم 0-33 0-33 1 و بعد اینو تا 0-34 بیارم. همونطور که میبینید نمودارم تغییر میکنه. این بار ریشه کجا قرار میگیره؟ حدودای 0-335. اینجا نگاه کنیم در واقع بین 0-335 و 0-334 به نظر میاد ریشه قرار داره. اینجا مثبت و اینجا منفی و اینجا دونه دونه رقم های بیشتری از این ریشه رو ما میتونیم به دست بیاریم. اما همچنان این اون چیز روش خیلی ساده ای که ما دنبالش بودیم نیست. ما یه روش خیلی ساده میخوایم که لازم نباشه خودمون این مراحل رو در واقع تکرار بکنیم و خوشبختانه در واقع همچین روشی وجود داره و به راحتی توی اکسل هم میشه پیاده سازیشون کرد. البته اگر درس آنالیز عددی رو گذرونده باشین حتما با این روش ها آشنا هستین، ولی یکی از این روش ها که میخوایم الان یادآوری کنیم و توی اکسل پیاده کنیم روش تنصیف یا همون نصف کردن که ترجمه روش بایسکشن هست. ایده این روش چیه؟ ایده روش خیلی ساده است. میگه که شما به محض اینکه یه بازه پیدا کردین که توی اون بازه یه سر بازه تابع مثبت مقدارش مثلا اینجاست و یه سر بازه تابع مقدارش منفیه، دیگه میتونید با این الگوریتمی که میگیم که مبتنی بر نصف کردن این بازه هست ریشه این تابع او یعنی جواب معادله fx مساوی 0 رو با هر دقت مورد نظر به دست بیارین. ایده چیه؟ میگه که فرض کنیم بازه ابتدا و انتهاش a و b باشه. میگه بیایید بازه رو نصف کنید، نقطه A و علاوه B دوم میشه نقطه وسط. خب اگر این نقطه Fش 0 بود که خب شما ریشه رو پیدا کردین، اگر نه یا مقدار مثبته یا منفیه. تو این شکلی که ما داریم الان مقدار منفیه. وقتی مقدار منفی میشه شما میفهمید که پس باید از بازه اصلی زوم کنید روی بازه سمت چپ برای پیدا کردن ریشه و اونجا همین فرایند رو تکرار کنید. یعنی چی؟ یعنی اونجا هم دوباره این بازه رو نصف کنیم و بعد ببینیم مثبت یا منفی. اگه مثلا مثبت شد مثل شکلی که ما داریم، خب اون بازه‌ای که حالا باید روش زوم کنیم اینه و بعد دوباره اون رو نصف کنیم. چون منفی شد میایم روی این دوباره نصف میکنیم و همینطور فرایند رو ادامه میدیم. یعنی هر بار بر حسب اینکه اون نقطه وسط با قسمت با سر سمت چپ بازه یکی میشه یا با سر سمت راست، تصمیم میگیریم که بریم رو بازه سمت راست یا بریم رو بازه سمت چپ دنبال ریشه بگردیم و با این ادامه این فرایند شما بازه‌ای که ریشه درش قرار داره داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه، که معنیش این هست که شما با دقت بیشتر و بیشتری دارین ریشه معادله رو به دست میارین. خب اینو چطور میشه این فرایند رو در اکسل پیاده کرد؟ خیلی ساده. در واقع اکسل قابلیت اینو داره که بیشتر الگوریتم های از این نوع رو، الگوریتم های بازگشتی رو در قالب جدول توش بتونیم پیاده کنیم. جدول هایی که اتوماتیک در واقع محاسباتش انجام میشه و با تغییر توی ورودی اتوماتیک مقادیر بقیه جدول آپدیت میشه. خب بیایم روش نصف کردن رو توی اکسل پیاده کنیم. چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ این بار بعد یه جدولی تشکیل بدیم که اون مقادیر A و B توش باشن.
پس مقدار A و مقدار B رو ما قرار میدیم، اون بازه‌ای که قرار ریشه رو توش پیدا کنیم. نقطه شروع A و B مون 0 و 1 بود. چرا؟ چون اولش مشاهده کردیم که تو 0 مقدار 1 مثبته و تو 1 مقدار منفیه. نقطه بعدی که اینجا نیاز داریم نقطه A به علاوه B دومه. و همچنین نقاط F A و F B رو هم نیاز داریم. میتونیم برای اینکه بتونیم راحت از فرمولای قبلی استفاده کنیم، من این خونه رو به F A اختصاص میدم که بتونیم با کپی کردن از اینجا به اینجا F A رو داشته باشیم. اینم B که مثلا یک مقدارش، و باز با کپی کردن از اینجا مقدار F B رو داشته باشیم. اینم F B. خب این تا این قسمت از جدول، و بعد نقطه وسط بازه رو میخوایم به دست بیاریم، A به علاوه B دوم، که اینجا باید به اکسل بگیم فرمولش چیه. میگیم مساویه با پرانتز باز این A به علاوه این B پرانتز بسته تقسیم بر 2. دقت کنید این محاسبات یه بار باید انجام بدیم، بعدش با همون قابلیت پر کردن اتوماتیک محاسبه اتوماتیک اکسل میکشیم این جدول رو پایین و کل جدول رو پر میکنیم، و بعد F A به علاوه B دوم رو هم اینجا نیاز داریم که اینم با یه کپی کردن از اینجا خودش اتوماتیک محاسبه میکنه. خب و حالا حالا سطر بعدی جدول ما چطور میخواییم پر کنیم؟ ما میخواییم بگیم که بیا نگاه کن، برگردیم به الگوریتم تنصیف نصف کردم، میگفت نقطه وسط رو نگاه کن، اگر علامتش با سمت چپ مخالف بود زوم کن رو بازه سمت چپ، اگر علامتش با سمت راست مخالف بود زوم کن رو بازه سمت راست. یعنی چی؟ یعنی اگر F A به علاوه B دوم زر در F A منفی بود، اون وقت بازه جدیدمون بازه سمت چپه، پس A جدید همون A قدیمه، ولی B جدید هست A به علاوه B دوم قدیم. این یه حالت الگوریتم. حالت بعدی اینه که اگر F A به علاوه B دوم ضرب در F A بزرگتر از صفر بود، یعنی معنیش اینه که نقطه وسط با نقطه سمت راست مخالف بود، اون وقت باید زوم کنیم رو بازه سمت راست، پس A جدید میشه A به علاوه B دوم قدیم و B جدید همون B قدیمه. خب ما باید این دوتا حالت رو توی جدولمون پیاده کنیم که خیلی ساده است. اینجا کافی از دستور if اکسل استفاده کنیم. دستور if اکسل به این صورت استفاده میشه، در واقع میگه که if یه شرط باید اینجا بهش بدیم. چه شرطی؟ میخوایم بگیم که اگر f A به علاوه B دوم ضرب در f A کوچیکتر از صفر بود، پس میگیم f A به علاوه B دوم قدیم دیگه، این ضرب در f A قدیم هم که اینه کمتر از صفر بود، در این صورت آی جدید بشه آی قدیم. در غیر این صورت چی بشه؟ در غیر این صورت باید بشه آ به علاوه بی قدیم، یعنی بشه اینجا. البته من نباید آ می نوشتم، باز میخوام باید خونه در واقع چی دو رو انتخاب میکردم، و در غیر این صورت بشه A به علاوه B دوم، یعنی خونه کادو. این میشه فرمول A جدید، و بعد F A هم که باز خودش اکسل کپی میکنه اینجا. B جدید چی میشه؟ B جدید اگر این شرط برقرار باشه، یعنی اگر F A به علاوه B دوم ضرب در F A کوچیکتر از صفر باشه، L2 ضرب در H2، در واقع A جدید میشه A به علاوه B قدیم، A به علاوه B دوم قدیم،
بیا جدید رو بگیم. بیا جدید میشه اول ویدئوم قدیم، یعنی این در غیر این صورت میشه همون بیا قدیم، یعنی خونه آیدو. خب و اف بی هم که اتوماتیک کپی میشه، اول وی دوم هم اتوماتیک و اف اول وی دوم هم اتوماتیک اینجا میاد. خب این هم در واقع میشه سطر جدید جدول ما. از اینجا به بعد جدول در واقع خودش اتوماتیک پر میشه. فقط یه بار فرمولا رو چک کنیم. ال2 در اچ2 بله، جی2 و کادو، کادو و آیدو به نظر درست میاد. خب حالا اینو میبریم پایین مثلا تا اینقدر رقم. خب اتفاق جالبی افتاد. این بازه ای که میبینیم، بازه آ و ب، در واقع بازه ای هست که ریشه معادله رو در خودش داره. خب اگر دقت کنید، اول بازه ما بازه 0 و 1 بود، بعد نصف شد شد 0 تا نیم، بعد دوباره نصف شد شد 25 صدام تا نیم، دوباره نصف شد 25 صدام تا 375 و همینطور اومد تا بعد از 12 مرحله رسیدیم به بازه 0.33 و 0.334، یعنی تا دو رقم عشر اینجا تثبیت شده ریشه. حالا نکتهش اینه که خیلی راحت الان میتونیم با هر دقتی ما تا هر تعداد ساعت که بریم پایین با دقت بیشتر و بیشتری میتونیم این ریشه رو به دست بیاریم. فقط برای اینکه تا درقام بیشتری نشون بده من اینو بزرگتر میکنم، این ستون رو هم بزرگتر میکنم. این دو ستون در واقع بیایم فریز بکنیم سطر اولو که میریم پایین دیده بشه، این ستون A و ستون B بازه ای هستن که ریشه درش قرار داره. تا ارقام عشاری رو هم من اینجا افزایش میدم که با دقت بیشتری بتونیم ببینیم این رو. و اینجا هم همینطور. خب همونطور که میبینید بعد از 90 مرحله پیاده سازی روش در واقع بایسکشن، روش نصف کردن، این دو سر بازه تا چند رقم اعشار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 رقم اعشار با هم یکی‌اند. یعنی ما تونستیم ریشه اون معادله درجه 5 رو تا 14 رقم اعشار به راحتی به دست بیاریم. فایده این نحو پیاده سازی در اکسل و به طور کلی فایده در واقع هر الگوریتمی که پیاده سازی میشه اینه که وقتی یه بار پیاده سازی میشه دیگه قابلیت استفاده برای هر تابع جدید و هر ورودی جدیدی رو داره. شما برای هر تابع جدیدی کافیه فقط این ستون FA رو، این خونه رو تغییر بدین و اتوماتیک گسترشش بدین به سایر خانه ها و اتوماتیک در واقع این الگوریتم داره اجرا میشه و این بازه در هر مرحله تقریبی از ریشه اون تابع رو به شما میده. خب این از مثال اولمون، حل معادله درجه یک، عذر میخوام، حل معادله تک متغیره در اکسل. اگر علاقه من باشین همه الگوریتم های دیگری که در آنالیز عددی دیدین برای حل معادله و حتی حل دستگاه معادله رو میتونید سعی کنید در اکسل پیاده سازی بکنید. خب بریم سراغ مثال بعدیمون که یه مثال بهینه سازی است. خیلی از مسائل مدل سازی ریاضی در مرحله حل مدل میرسن به مسئله های بهینه سازی، چون خیلی وقتا در واقع هدف در مسائل واقعی که ما میخوایم با استفاده از ریاضی اونا رو مدل کنیم این هست که یک هزینه ای رو
کم کنیم، یک ضرری رو به کمترین مقدار ممکن برسونیم، یک در واقع فایده و سودی رو به حد اکثر مقدار ممکن برسونیم، و همه اینها در واقع مسائل بهینه‌سازی هستن. هر موقع شما یک کمیتی رو بخواید ماکسیموم بکنید یا مینیموم بکنید، یه مسئله بهینه‌سازی دارید. باز من برای اینکه حالا توی اکسل بتونیم خیلی سریع پیاده سازی بکنیم، یه مثال ساده انتخاب کردم. یه تابع دو متغیره در نظر گرفتم و تابعمون این هست: x4 به علاوه y4 منهای 2xy، و میخوایم اینو مینیمومش رو پیدا کنیم. من حالا به عنوان در واقع یک کمک نمودار این تابع دو متغیر رو رسم کردم در یه نرم افزار دیگه ای که یه تصوری از شکل این تابع دو متغیره داشته باشیم. این تابع دو متغیره دو تا مینیموم موضعی داره، در واقع این دو تا نقطه اینجا و اینجا، و این دو تا مینیموم موضعی البته تو این مثال خاص هر دو مقدارشون هم مساوی هست، ولی ما خواهیم بدونیم که با چه الگوریتمایی ما میتونیم مینیموم موضعی این همچین تابعی رو به دست بیاریم. اولین راهی که به ذهنتون میرسه احتمالا راهی هست که در ریاضیات عمومی دیدین، استفاده از مشتق و مساوی با صفر قرار دادن مشتق. در واقع اگه ما اسم این تابع بذاریم fx و y، راه اول برای به دست آوردن این مینیموم این هست که نقطه ای رو پیدا کنیم که مشتقات جزئی f توی اونها صفر هست، یعنی مشتق f نسبت به x مساوی صفره، مشتق f نسبت به y مساوی صفره، و خب این مشتقا رو راحت میشه حساب کرد تو این مثال حداقل. اینجا مشتق f نسبت به x میشه مثلا 4x منهای 2y، مشتق نسبت به y هم میشه مثلا 4y منهای 2x. بعد این دوتا رو مساوی صفر میذاریم، یه معادلاتی میشه اینجا تو این مثال، معادلاتش خیلی ساده است، حل میکنیم و x و y به دست میاد. اما اگر یکم این معادله رو پیچیده تر کنیم، مثلا فرض کنیم اینجا یه دونه e به توان x ضرب کنیم، یه دونه مثلا سینوس x مثلا جمع بکنیم، توابعی که دیگه توابع چند جمله لزومن نیستن، اون وقت معادلات پیچیده به دست میاد که مثل همون معادلات درجه 5 و قضیه که آبل ثابت کرده بود اصلا راه جبری برای حلشون وجود نداره و ما ناگزیر هستیم بریم سراغ روش‌های تقریبی و عددی. بنابراین مسئله که پیش میاد اینه که توی اینجور مسائل دیگه این راه مساوی صفر قرار دادن مشتقات جواب نمیده. و پس از چه راهی استفاده میکنن؟ در واقع مشتق همچنان کمک میکنه اینجا، ولی روش هایی که استفاده میشه روش های به اصطلاح مبتنی بر گرادیان هست. خب اگر احیانا درس بهینه‌سازی داشتین احتمالا با روش مبتنی بر گرادیان برای بهینه‌سازی آشنا هستین، اگر هم نیستین یک دید و شهود کلی الان میدیم و بعد سعی میکنیم توی اکسل اونو پیاده بکنیم. ایده استفاده از گرادیان چیه؟ راه دوم، اولا فایده این راه اینه که دیگه برای هر تابعی ولو اینکه فرمولش پیچیده باشه قابل استفاده است، و البته خب نقطه ضعفی که نسبت به روش اول داره اینه که یک روش تقریبیه، منتها نکتهش اینه که شما با هر دقت مورد نظر میتونید جواب رو به دست بیارین. و اینکه حالا نکته گرادیان تو این راه چیه؟ ببینید مفهوم گرادیان اگر یادتون باشه از ریاضی عمومی یه مفهوم هندسی داشت. شما هر نقطه روی نمودار رو در نظر بگیرین، در واقع گرادیان به شما یک جهت برای حرکت داره میده، جهتی رو داره میده که بیشترین افزایش مقدار F رو در اون جهت شاهد هستیم. در واقع اگر شما دامنه این تابو در نظر بگیرین، محور X و Y، این نقطه یه نقطه تو این دامنه است. سوال اینه که اگه من الان اینجا باشم در کدوم جهت حرکت بکنم که بیشترین افزایش رو در F داشته باشم؟ جواب اینه که در جهت گرادیان F که برد داره، و گرادیان F هم اگه یادتون باشه چیزی نیست جز همون مشتقات جزئی F نسبت به X و Y. و نکته این هست که بله، وقتی شما در جهت گرادیان F حرکت بکنید بیشترین افزایش توی مقدار F به دست میاد، و طبیعتاً اگه در جهت منفی گرادیان F حرکت بکنید
بیشترین کاهش در جهت اف دست میاد. این به ما یه ایده برای بهینه‌سازی میده که بهش میگن روش کاهش گرادیانی. و اون اینه که اگه میخواید مینیمم تابو به دست بیارید، از یه نقطه دلخواه تو دامنه تابو شروع بکنید و در جهت گرادیان شروع کنید به گام برداشتن. مثلا از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا، و این در واقع مسیر شما رو میرسونه به نزدیک و نزدیکتر میکنه به اون نقطه مینیمم. هیچ وقت دقیقا به خود نقطه مینیمم نمیرسید، چون هرچی نزدیکتر میشید به نقطه مینیمم طول گرادیان هم کاهش پیدا میکنه، در نتیجه دارید میل میکنید به اون نقطه مینیمم. ولی همین به شما کمک میکنه با هر دقت از پیش مشخص شده ای بتونید اون نقطه مینیمم رو به دست بیارین، و این به شما کمک میکنه همه نقاط مینیمم موضعی رو به دست بیارین. فقط کافیه نقطه شروع مناسبی انتخاب کنید. اگه مثلا از اینجا شروع کنیم و روش کاهش گرادیان رو به کار ببریم، همچین مسیری طی میکنیم و میرسیم به این نقطه مینیمم. خب حالا ببینیم که چطوری میتونیم این روش رو توی اکسل پیاده بکنیم. در مورد همین تابع ساده سعی میکنیم این پیاده سازی رو انجام بدیم. خب پس یک شیت جدید من اینجا باز میکنم. این بار ما میخوایم یه جدول داشته باشیم از مقادیر x و من اینجا زوم کنم باز، مقادیر y و مقادیر f x و y. اون نقطه اولیه الان قراره یه نقطه دلخواه باشه، مثلا بگیم نقطه 1/10 و مثلا 2/10. خیلی مهم نیست. f x و y رو یه بار فرمولش رو وارد کنیم، مثل مثال قبلی جای دیگه کپی پیست میکنیم و زحمتی نداره. فرمولش فقط چی بود؟ x4 علاوه y4 منهای 2xy. پس می‌نویسیم x به توان 4 به علاوه y به توان 4 منهای 2 ضرب در x ضرب در y. خب این شد مقدار f x و y. حالا ما میخواییم گرادیان f x و y رو هم حساب بکنیم. اینجا از فرمول مشتقات جزئی f و نسبت به x و y استفاده خواهیم کرد. پس من دو تا ستون جدید به جدول اضافه میکنم، یکی df به dx، یکی df به dy، یعنی مشتق جزئی نسبت به x و نسبت به y، که اینجا همین فرمولایی که اینجا داریم می‌نویسیم، 4x منهای 2y، بنابراین میشه مثلا 4 ضرب در x به توان 3 منهای 2 ضرب در y. و اینجا چی می‌نویسیم؟ میشه 4 ضرب در y به توان 3 منهای 2 ضرب در x. این هم مشتق نسبت y. خب حالا باید فرمول جبری روش کاهش گرادیانی رو بنویسیم. روش کاهش گرادیانی، حالا انگلیسیش هم جهت اطلاع بدونید که به منابع مراجعه کردین، در واقع به این میگن روش gradient descent. خب ایده روش کاهش گرادیانی این بود که ما یه x و y توی نقطه x و y قدیم هستیم، میخواییم بریم به نقطه x و y جدید. در چه جهتی حرکت میدیم این نقطه رو؟ در جهت منفی گرادیان، چون میخواییم کاهش بدیم، مینیموم کنیم. اگه ماکسیموم بود میرفتیم در جهت گرادیان. پس در جهت منفی گرادیان میخواییم یه گامی برداریم. طول اون گام چی باشه؟ طول اون گام بستگی به این داره که شما بخواییم با چه سرعتی به اون نقطه مینیموم نزدیک بشین، که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد این سرعت چه اهمیتی داره. مثلا یه طول گامی در نظر میگیرن، مثلا طول گام حالا آلفا، پس این میشه طول گام گرادیان، و هر بار این x و y رو منهای آلفا برابر گرادیان f میکنن. یعنی چی؟ یعنی x جدیدمون میشه x قدیم منهای آلفا مشتق f نسبت به x، y جدیدمون هم میشه y قدیم منهای آلفا مشتق f نسبت به y. خب این یک گام از روش کاهش گرادیانیه که خیلی راحت میتونیم تو اکسل پیادهش کنیم. پس x جدید که این زیر مینویسیمش میشه x قدیم. یه پارامتر ما باید اینجا اضافه کنیم. این پارامتر هم یه سطر من اینجا اضافه میکنم
پارامتر آلفا رو مثلا اینجا بذاریم 1/10، همون گام گرادیانی. پس اینجا میشه x، در واقع x جدید میشه x قدیم منهای این گام ضرب در خونه b1، در واقع مقدار گاممون هست، ضرب در df به dx. و همین فرمول هم برای y داریم، y جدید میشه y قدیم منهای این گام ضرب در مشتق f نسبت به y. خب و حالا f x و y دیگه اتوماتیک حساب میشه اینجا، df به dx، df به dx و df به dy هم هر دو همینطور، همینجوری کافیه اینو بیاریم پایین. خب الان دیگه اگر من اینو بیارم تا پایین باید قاعدتا درست کار کنه، ولی میبینیم که ارور میده. ارور ناشی از یه نکته ظریفیه اینجا. ببینید این آ که من اینجا رنگیش کنم یه پارامتر بود تو مسئله ما، یه پارامتری که در تمام گام های الگوریتم قرار ثابت باشه، همون 1/10 باشه. ولی ما وقتی تو اکسل فرمولی میزنیم، مثلا به این فرمول نگاه کنید، آسمن های bx ضرب در dc، وقتی به اکسل میگیم اتوماتیک اینو تا پایین ادامه بده این فرمولو، وقتی میاد پایین آسه میشه a4، b1 هم میشه b2، در حالی که این b1 پارامتر مسئله بود، ما میخواستیم تغییر نکنه. اینجا باید به اکسل بگیم که این یه پارامتره و میخواییم که تغییر نکنه. چجوری؟ با علامت یه علامت دلار قبل از شماره سطر و شماره ستون میذاریم. در واقع میگیم که وقتی من این فرمولو کپی میکنم تو خونه های دیگه، شماره سطر و ستونش رو تغییر نده، اتوماتیک فیکس باشه. و همچنین همین کار رو برای این خونه هم باید انجام بدیم، قبل از شماره سطر و ستون دلار رو بذاریم. حالا اگر اینو گسترش بدیم به پایین، دیگه اون ارور رفع میشه و همه فرمول ها همون چیزی هست که ما میخواهیم. مثلا وای جدید شده وای قدیم، یعنی وای شماره 6 شده وای شماره 5 منهای 1/10 ضرب در دی اف به دی وای شماره 5. و همینطور در واقع اومده پایین. حالا اینجا خوبه ما یه شماره در واقع گام هم اینجا داشته باشیم، گام چندوممون هست، مثلا از گام 0 1 و همینطور تا پایین. خب و بنابراین حالا چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید ما از یه نقطه دلخواه 1/10 و 2/10 شروع کردیم، به نظر میاد که داره به یک چیزی همگرا میشه، ولی برای اینکه مطمئن شیم میتونیم بیشتر اینو ادامه بدیم. میتونیم این رو مثلا یه تا گام 30 حتی مثلا ادامه بدیم به این صورت. و اگر دقت کنید دیگه از جای به بعد تغییر نمیکنه، روی 0-70-71 هم x و هم y روی 0-70-71 دیگه فیکس شده، یه هر چقدر ادامه بدیم تغییر نمیکنه. این داره نشون میده که الگوریتم کاهش گرادیانی ما همگرا شده، به اصطلاح کانورج کرده، که خب در آنالیز عددی ثابت میشه، در بیانسازی ثابت میشه که تحت شرایطی این الگوریتم همگرا میشه و حدش هم یک مینیموم موضعی تابعمون هست. و در واقع این یکی از این دوتا نقطه مینیموم تابعه، این نقطه 0-70-71 و 0-70-71. حالا اگر از نقطه دیگه شروع می کردیم، نکتهش اینه که الان دیگه خیلی راحت میتونیم این خونه رو تغییر بدیم و همه محاسبات تو جدول آپدیت میشه اتوماتیک. من از نقطه منفی 2/10 شروع کردم، ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب حالا ممکنه هنوز همگرایی کامل نشده باشه، ولی برای ما زحمتی نداره، تا 100 گام هم که بخوایم میتونیم خیلی راحت محاسبات رو ادامه بدیم و خیلی سریع اکسل برای ما محاسبات رو انجام میده.
برای اینکه مطمئن شیم که همگرا شده یا نه. این دفعه کاری که من کردم نقطه شروع به جای در واقع 1 دهم و 2 دهم کردم 1 دهم و -2 دهم و مسیری که این نقطه طی میکنه منجر به این میشه که آخر به نقطه -7 دهم و -7 دهم میرسه که در واقع این یکی نقطه مینیمم هست. این نقطه هست -0.7071 و -0.7071. بنابراین با شروع از نقطه اولیه های متفاوت همونطور که انتظار داشتیم روش کاهش گرادیانی داره به نقاط مختلفی میل میکنه. خب این هم از مثال دوم ما. حالا چون فرصتمون کم هست خیلی نمیتونیم دیگه عمیق به این مثال ها بپردازیم، من دوتا مثال بعدی رو هم بگم و امیدوارم این در واقع نقطه شروعی باشه که خودتون برید و مثال های دیگری از مدل سازی ریاضی رو و الگوریتم های محاسباتی رو توی اکسل پیاده بکنید. مثال 3 که مثال در واقع خیلی کاربردی و ملموسی هست، یک مدل نسبتاً ساده برای شیوع بیماری توی جامعه هست. خب این مدل در واقع از نوع مدل های به اصطلاح میگن دینامیکی یا سیستم دینامیکی هست که در واقع مدل هایی هستن که تغییرات در طول زمان یک پدیده رو مدل میکنن و برای سادگی توی این مدل ما زمان رو یک کمیت گسسته فرض میکنیم، یه واحد زمان در نظر میگیریم. مثلا فرض کن شما دارید شیوع بیماری رو هفته به هفته مطالعه میکنید، مثلا شیوع کرونا رو در کشور دارید هفته به هفته مطالعه میکنید، هر هفته چه تعداد مثلا بیمار جدید داشتیم، چه تعداد افراد بهبود پیدا کردن و غیره. یه فرضای ساده سازی انجام میدیم که به یه مدل ساده‌ای برسیم، ولی بعد در انتها خواهم گفت که این مدل چقدر جای تعمیم و در واقع واقعی تر کردن داره. مدلمون همینه که فرض کنیم مثلا افراد در مقابل این بیماری 3 دستن، بعضیا که هنوز بیمار نشدن ولی مستعد بیماری هستن، بعضیا که بیمار شدن و بعضیا که بهبود یافتن. فعلا برای سادگی فرض میکنیم مثلا بیماریه که مرگ و میر نداره، هر کسی یه دوره بیماره و بعد خوب میشه. تعداد افراد این دسته ها رو در واقع که حالا مخفف کلمه انگلیسی اینا هست S susceptible, I infected و R recovered، با S و I و R نشون میدیم. و بعد ایده این هست که ما توی مدل سازیمون بیایم جمعیت هر کدوم از این 3 دسته رو در طول زمان بررسی کنیم و نسبت به جمعیت کل نگاه بکنیم چطوری تغییر میکنه. خب مدلی که ساخته میشه در واقع ایدهش این هست که فرض کنیم افرادی که سالمن ولی مستعد هستن، یعنی مثلا ایمن نیستن در مقابل اون بیماری، اگر در معرض قرار بگیرن منتقل میشه بهشون. این افراد با یه احتمالی ممکنه بیمار بشن که اون احتمالا بستگی به این داره که چقدر در محیط اطرافشون افراد بیمار هستن، و افراد هم وقتی بیمار میشن بعد از یه مدتی با یه نرخی بهبود پیدا میکنن و بنابراین افراد از دسته S به دسته I میرن، از دسته I به دسته R میرن. منتها مسئله مهم اینه که جمعیت اینا در طول زمان دسته S و I و R چجوری داره تغییر میکنه و این اون چیزی هست که مدل سازی میخواد برای ما انجام بده. خب اولا پارامتر زمان رو با N نشون میدیم، پارامتر زمان در واقع همون هفته فرض کنیم، هفته N-ام میخوام ببینیم در هفته N-ام تعداد افرادی که مثلا در پایان هفته N-ام تعداد افراد بهبودی یافته چقدره. یه روابط بازگشتی میخوایم به دست بیاریم، یعنی مثلا هفته N به علاوه کو بر حسب هفته N میخوایم بیان کنیم. ایدهش همینه، مثلا اینجا مثالش ساده ترین قسمتش همین قسمت افراد بهبودی یافته است. افراد بهبودی یافته در هفته N به علاوه کو کیان؟ فرض کنیم وقتی یکی بهبود پیدا میکنه دیگه ایمن شده و بیمار نمیشه مثلا. پس افرادی که در هفته N به علاوه کو بهبودی یافتن همونایی هستند که در هفته N بهبودی یافته بودن، به علاوه یه درصدی از افرادی که در هفته انوم بیمار بودن و در طول هفته انوم به علاوه کن بهبود پیدا کردن. یه پارامتر جدید اینجا معرفی میکنیم گاما که این نرخ بهبوده.
داره میگه که مثلا افراد بیمار با چه نرخی بهبود پیدا میکنن. خب پس این معادله بین R و I. یه معادله دیگه هم داریم که به ما تغییرات جمعیت افراد سالم رو نشون میده. افرادی که تو هفته N سالم بودن، خب دیگه هفته N علاوه یه سریشون بیمار شدن. چه درصدی بیمار شدن؟ اینجا خیلی مهمه. نرخ بیمار شدن افراد گفتیم بستگی داره چقدر در معرض افراد بیمار دیگه باشن، چون یه بیماری مصریه این الان. پس تعداد افرادی که بیمار میشن در هفته جدید هم به تعداد افراد سالم بستگی داره و هم به تعداد افراد بیمار. در واقع این جمعیت IN تقسیم بر N جمعیت کله. این داره میگه که چند درصد از افرادی که در طول روز اینا باشون سر و کار دارن یا آدم سالم باش سر و کار داره بیماره، مثلا 20%شون 30%شون. هرچی این درصد بیشتر باشه شانس بیمار شدن یه نفر سالم بیشتر میشه. SN هم که تعداد کل افراد سالمه. آلفا هم یه نرخ در واقع مثلا میتونیم بگیم نرخ سرایت بهش، که یعنی اگه شما یه آدم سالم با یه آدم بیمار در طول روز تماس داشته باشه به چه احتمالی ازش بیماری رو میگیره. این هم یه عدد پارامتریه که به ماهیت اون بیماری در واقع بستگی داره. پس افراد سالم هفته اینوم یه تعدادیشون که این تعداد هست که هم متناسب با تعداد کل افراد سالمه و هم متناسب با نسبتی از جمعیت که الان بیمارن، این قدشون دوباره بیمار میشن. پس این از SN کم میشه، SN برای که از SN کمتر میشه. و این دوتا معادله رو که بذاریم کنار هم، یه رابطه برای IN برای به دست میاریم. افراد بیمار هفته N علاوه کم همون افراد بیمار هفته قبلن، منهای اونایی که بهبود پیدا کردن به علاوه افرادی که تازه بیمار شدن. این سه تا معادله معادله‌های اصلی مدل SIR هست که میتونیم در واقع با محاسبه در طول زمان رفتار در واقع تغییر این نسبت این جمعیت این سه گروه رو ما مشاهده بکنیم. خب حالا الان ما میریم توی اکسل اینو پیاده سازی میکنیم. خواهیم دید خیلی راحت میشه اینو پیاده سازی کرد و بعد نمودارشو کشید و دید جالبی به ما نسبت به پدیده شیوع بیماری میده. ولی این نکته رو اشاره کنم که این مدل خیلی مدل ساده شده ایه و مدل واقع بینانه ای نیست. خیلی جنبه های مختلف یه بیماری واقعی رو تو خودش نداره، اما تعمیم هایی داره که واقعی ترن. مثلا تعمیم هایی که شما توش میتونید فوت و مرگ و میر رو هم لحاظ بکنید، مثلا یه نرخ فوت هم در نظر بگیریم، یه دسته جدیدی هم اینجا در نظر بگیریم که برخی از این افراد بیمار ممکنه فوت کنن، بهبود پیدا نکنن. یا مثلا میتونیم یه دوره ایمنی داشته باشیم، یعنی افراد بهبود یافته بعد از یه مدتی بتونن تبدیل بشن به افراد مستعد بیماری دوباره. و این یه مقدار مدل رو پیچیده تر میکنه، معادلهای جدیدی اضافه میکنه. برای مدل خیلی جای کار داره و به حال از مدلهای مطرح در واقع اپیدمیکس و شیوع بیماری ها هست. اما حالا ما بریم همین مدل ساده SIR رو توی اکسل پیاده سازی بکنیم. خب اینجا ما به چی نیاز داریم؟ ما یه شیت جدید باز کنیم، یه جدول میخوایم داشته باشیم که این سه تا جمعیت S و I و R رو توش داشته باشیم. بریم پارامترهای مدل رو این بالا بنویسیم. یکی جمعیت کل بود، یه جمعیت کل داریم اینجا، مثلا فرض کنیم 1000 نفر جمعیت هست. یه مثلا نرخ در واقع بهبود داشتیم که اون گاماه بود تو فرمولامون، مثلا حالا بذاریم 1/10 ببینیم چی میشه. یه دونه هم نرخ مثلا سرایت داشتیم که مثلا توی هر برخورد به چه احتمالی بیماری منتقل میشه، مثلا بذاریم 0.5 مثلا. و سه تا جمعیت رو میخوایم توی جدول ما داشته باشیم، S و I و R رو. اولش فرض کنیم مثلا یه نفر توی این جامعه بیمار شده. خب هیچ کس هم طبیعتاً بهبود پیدا نکرده، چون روز کسی بیمار نشده و اس هم در واقع میشه کل جمعیت
منهای این تعداد بیمارای اولیه، مثلا 999 نفر. بعد تو هر گام چه اتفاقی میفته؟ ما باید چند تا چیز اینجا حساب بکنیم، یکی تعداد بهبودیافته های جدید و یکم تعداد بیمار جدید. مثلا اینجا تعداد بیمار جدید رو می نویسیم، اینجا هم تعداد بهبود جدید رو می نویسیم. خب تعداد بیمار جدید چند تا میشه؟ میشه طبق این فرمول باید اون نرخ، ببخشید، نرخ سرایت رو ضرب در جمعیت سالم ها ضرب در نسبت بیمارا به جمعیت کل بکنیم. پس این میشه نرخ سرایت، که خب گفتیم چون میخوایم این جزء پارامترهای مسئله است و تغییر نکنه، قفلش میکنیم با کلیدش هم F4ه، با F4 این دلارا رو اتوماتیک میذاره. پس این نرخ سرایت ضرب میشه در تعداد افراد سالم و ضرب میشه در نسبت بیمارها به کل جمعیت، که بازشون از پارامترهای مسئله است، اینو با علامت دلار قفلش میکنیم. خب حالا اینجا البته یه عدد اعشاری میشه، ولی فعلا تو مدل سازی میتونیم بپذیریم این نکته رو. علاوه این که اگر جمعیت بیشتر باشه، مثلا فرض کنیم 1,000,000 نفر باشه، این دیگه اون قسمت اعشاریش قابل صرف نظر کردن میشه. البته اینجا کلن بازم تغییر نمیکنه، چون که آیه یکه. ممکنه مثلا تعداد بیمارای اولیه رو بیشتر کنیم که بشه اون قسمت اعشاری رو صرف نظر کرد. این هم باز از ساده سازی های مسئله است دیگه، که اجازه میدیم این کمیت ها که باید عدد صحیح باشن بتونن عدد اعشاری هم باشن. و بعد بهبود جدید. بهبود جدید فرمولش چی بود؟ نرخ بهبود ضرب در بیمارها. پس این مساوی میشه با نرخ بهبود، که چون یه پارامتره قفلش میکنیم، ضرب در تعداد بیمارها. خب این میشه بهبود یافته های جدید، بهبود یافته های هفته آینده. حالا فرمول آپدیت میکنیم. اس جدید میشه اس قدیم منهای در واقع بیمار جدید. این منهای بیمار جدید. آی جدید میشه آی قدیم به علاوه بیمار جدید منهای بهبود جدید. و آر جدید هم میشه آر قدیم به علاوه بهبود یافته های جدید. بعد این دوتا دیگه اتوماتیک به اینجا گسترش پیدا میکنه و الان دیگه این جدول رو ما راحت میتونیم تا تعداد زیادی گام ببریم جلو. اینجا مثلا یه پارامتر هفته هم اضافه کنیم که نشون بده هفته چندومه، یعنی هفته صفر، یعنی هفته شروع، یک هفته بعد و الی آخر. مثلا تا فکر میکنم تا 20 هفته بیشتر اتفاق جدیدی نمیفته و اینو ادامه میدیم. خب خیلی اینجوری شاید با عدد دنبال کردن اتفاقی که داره میفته سخت باشه. بیایم نمودارش رو رسم بکنیم. نمودار این سه تا ستون رو من اینجا رسم میکنم با کدوم نمودار مناسب تره. یکیشونو چهار تا رو انتخاب بکنیم که محور افقی رو بگیره، هفته ای که داره اون اتفاق میفته. ایناش، بله این نمودار خوبیه. خب این نمودار در واقع نمودار آبی اسو داره نشون میده، افراد سالم که هنوز بیمار نشدن. نمودار نارنجی آی رو نشون میده، افراد بیمار. و نمودار خاکستری افراد بهبود یافته. اتفاقی که در واقع طبیعی میبینیم داره رخ میده، اولا افراد سالم کم و کمتر میشن تا زمانی که همه بیماری رو میگیرن.
افراد بیمار تا یه جایی زیاد میشن که اینجا در واقع پیک اون بیماری هست و بعد از اون شروع میکنه به کم شدن جمعیتشون و افراد بهبودیافته هم زیاد و زیادتر میشه. یعنی افراد بیمار هم بعد از این مدت توی مدل ما همه تبدیل به افراد بهبودیافته میشن. حالا ما میتونستیم اینو البته بیشتر ادامه بدیم و ببینیم که در واقع تا آخرش چه اتفاقی میفته. اگه مثلا این رو این نمودار رو دوباره رسم کنیم، بله میبینیم که اصلا در واقع همگرایی رخ میده. بعد از این پیکی که بیمارا میزنه، بیمارا به صفر میل میکنه، افراد سالم هم که به صفر میل میکنه، دیگه همه افراد بعد از این مدت تبدیل افراد بهبودی یافته میشن. خب شاید بگید قبل از اینکه این کارا رو هم بکنیم میشد حد زد این اتفاق میفته، اما نکته یک مدل اینه که دقیق میکنه اون ایده کلی و شهودی رو و کمی میکنه و قدرت پیش بینی به ما میده. مثلا شما تو این مدل میتونید یه پیش بینی از زمان پیک داشته باشین که خب برای مثلا سیستم سلامت و سیستم بهداشتی کشور میتونه خیلی مهم باشه که شدت اون پیک چقدره. یعنی در بیشترین مثلا بیمارهایی که در یک زمان باید سیستم سلامت کشور به اونها خدمات ارائه بده چقدره و در چه فاصله زمانی از الان رخ خواهد داد. اینا در واقع مزیتاییه که یک مدل ریاضی کمی در اختیار ما قرار میده. خب اگه علاقه من بودین میتونید به تعمیمای مدل SIR فکر کنید و سعی کنید اونا را توی اکسل پیاده سازی کنید. مثلا با اضافه کردن اون دوره ایمنی و این قابلیت که افرادی که بهبودی یافتن دوباره بتونن بیمار بشن، خواهید دید که امکان ایجاد چند قله، چند تا پیک در طول زمان رو خواهد داد. بعد سوال اینه که فواصل بین این پیک ها به چه صورت هست و چطور میتونیم اونها رو پیش بینی کنیم و غیره. خب اینم از مثال سوم ما و بریم سراغ مثال چهارم که من توی مثال چهار سعی کردم یه جنبه جدیدی که تو مثال قبلی نبود اضافه کنم و اونم جنبه تصادفی و رندوم بودن مدل ها هست که تو این حوزه مدل سازی رو معمولا بهش میگن شبیه سازی و یا همون در واقع سیمولیشن، ترجمه سیمولیشن هست شبیه سازی. و معمولا در واقع ما با متقرر تصادفی سر و کار داریم یا میخوایم پیش بینی کنیم احتمال رخ دادن یه اتفاق رو، یه اتفاقی که تصادفیه، و یا اینکه یه متقرر تصادفی هست میخوایم مقدار متوسطش رو محاسبه بکنیم. اینا هدف شبیه سازی تصادفی معمولا یکی از این دوتا هست. و ایده پشت همه روش شبیه سازی تصادفی هم قانون اعداد بزرگ هست، Law of Large Numbers، که توی احتمال مقدماتی حتما دیدیم که میگه اگر یک متغیر تصادفی X داشته باشیم، برای به دست آوردن متوسطش میتونیم نمونه های مستقل از هم بگیریم از این متغیر تصادفی و میانگین نمونه ای اونا رو حساب بکنیم. چیزی که سمت چپ داریم در واقع میشه گفت یک شبیه سازی هایی از ایکس، شبیه سازی های ایکس هن که ما اینا رو میانگین نمونه ای گرفتیم، یعنی میانگین عددی، میانگین معمولی. اما سمت راست چیه؟ در واقع اکسپکتد ولیو یا امید ریاضیه. اگر از احتمال مقدماتی یادتون باشه، خب خیلی از متقررات تصادفی ما برای امید ریاضیشون فرمول داشتیم، اما اینجا هم مثل همون مسئله آبل و مثل مسئله بهینه‌سازی، به محض اینکه یکم مسئله واقعی‌تر و پیچیده‌تر میشه، دیگه ما فرمولی نداریم و مجبوریم با استفاده از مدل سازی بیایم محاسبه امید ریاضی رو انجام بدیم. و این قانون عدد بزرگ یه روش تقریبی برای محاسبه امید ریاضی به ما میده که با افزایش تعداد شبیه‌سازی‌ها، یعنی وقتی n به بی‌نهایت میل می‌کنه، این دقیق‌تر و دقیق‌تر میشه و میل می‌کنه به امید x. اینم یک ایده کلی از شبیه سازی تصادفی. و خیلی مثال زیادی اینجا میشه زد، اتفاقا از بین مثالهایی که زدیم شاید خیلی خیلی نزدیک به پدیده‌های واقعی که چه در زندگی روزمره، چه در واقع مسائل
در واقع سیستم های مهندسی و فیزیکی و غیره میبینیم، مسئله شبیه تصادفی نقش ایفا بکنه، به دلیل اینکه در مسئله دنیای واقعی به دلیل کمبود اطلاعات ما مجبوریم بپذیریم که عامل تصادف و رندوم یا رندومنس در واقع وجود داره توی مسئله. اما یه مثال خیلی ساده ای من انتخاب کردم که بتونیم سریع توی اکسل پیاده سازیشو انجام بدیم که تجربه از پیاده سازی یک مدل تصادفی رو هم داشته باشیم. مثالی که من انتخاب کردم مثال ساده ایه، بذار اینجا صورت مسئله رو بنویسم. فرض کنید که مثلا، حالا به زبان خیلی ساده ای مسئله رو بیان میکنم، اما شما سعی کنید سناریوهای واقعی رو تصور کنید که تو دنیای واقعی این مسئله میتونه برای ما مهم بشه. فرض کنید مثلا 10 تا جعبه داریم خب جعبه 1 تا 10 و مثلا یه تعدادی هم توپ داریم، حالا بگیم مثلا 20 تا توپ داریم. هر توپ رو به تصادف در یک جعبه میذاریم مستقل از توپ‌های دیگه. بنابراین ممکنه مثلا توی یه جعبه چند تا توپ بیفته، ممکنه توی یه جعبه هیچ توپی نیفته. و سوال اینه که احتمال این که مثلا هیچ جعبه خالی نمونه، این احتمال چقدره؟ این میتونه یه مسئله احتمال مقدماتی باشه، کاملا شبیه مسائلی که تو درس احتمال مقدماتی احتمالاً دیدین. اولین ایده‌ای که ذهنتون میرسه شاید استفاده از شمارش و راه حل ترکیبیاتی این مسئله باشه، یعنی بیایم احتمال رو به شکل تعداد حالات مطلوب به کل حالات بنویسیم. این راه نه اینکه جواب نده، ولی فرمول ساده‌ای به شما نمیده، باز مثل قضیه آبل، مثل مسائل بینه‌سازی و سایر مسائلی که به محض اینکه یکم مدل پیچیده‌تر میشه دیگه ما فرمولای ساده برای حلشون نداریم، فرمولی عملا نداریم که بتونه اینو برای ما محاسبه کنه و مجبوریم از مدل سازی استفاده کنیم برای حل معادله. و اینجا هم همینطوره، اینجا این مسئله به شکل ترکیبیاتی جواب بسته‌ای نداره و همه جواباش به شکل سیگمایی هستن که عملا خیلی به روش در واقع ساده‌ای نمیشه محاسبهشون کرد. اما الان خواهیم دید که چقدر استفاده از شبیه‌سازی تصادفی در حل این مثال ساده است. خب وقتی انجامش بدیم خواهیم دید که چرا بهش میگیم شبیه‌سازی، چون به نوعی ما داریم هر در واقع رخدادی از این سناریو رو، یا بگیم هر رخدادی و هر سناریوی از این آزمایشی که تصویر کردیم رو داریم پیاده میکنیم و تعداد زیادی از این شبیه‌سازی ها رو انجام میدیم و با نوعی میانگین گرفتن از اونها به اون احتمالی که دنبالش هستیم میرسیم. خب بیایم پس این رو انجام بدیم. ما الان حالا تو این شیت جدیدی که ایجاد کردیم ما گفتیم 20 تا توپ داریم و 10 تا جعبه. بذاریم اون توپ ها رو شماره گذاری کنیم مثلا از 1 تا 20. خب این توپ های ما هستن. هر توپ توی یه جعبه قرار میگیره، اون جعبه‌ای که توش قرار میگیره رو یه شماره بدیم بهش، قراره به تصادف در یکی از جعبه های شماره 1 تا 10 قرار بگیره. خب اکسل دستوری داره به اسم رند بیتوین که بزنید خودش میاره، که اگه بهش بگید 1 و 10 یه عدد تصادفی از 1 تا 10 انتخاب میکنه و بعد اگر این رو تا پایین ادامه بدین ببینید هر کدوم از اینا یه عدد تصادفیه و نکته این هم اینه که هر بار یکی از اینا رو ران کنید کل عدد دوباره یه نمونه تصادفی ازشون گرفته میشه. پس ما با این کار به راحتی تونستیم یه سناریو از قرار گرفتن توپ ها در جعبه ها رو تصور کنیم. حالا گام بعدیمون اینه که ببینیم تو هر جعبه چند تا توپ قرار گرفته و آیا جعبه ای هست که خالی هست یا نه. پس میام این زیر
حالا یکم ریزتر میشه، امیدوارم ببینید. اینجا من 10 تا خونه برای جعبه ها نیاز دارم. 10 تا خونه برای جعبه ها در نظر بگیریم. خب و ما میخواییم الان بشماریم که هر کدوم از این در واقع جعبه ها چند تا توپ توشون قرار میگیره. اینجا از دستور count if استفاده میکنیم. دستور count if اکسل این کار رو میکنه. شما میتونید بهش یه رنج بدین، یه محدوده ای از خونهای اکسل رو بدین و بهش بگین بشمار چند تا مثلا عدد یک توشه. حالا برای اینکه اینو بتونیم راحت به پایینیا تعمیم بدیم، لازمه این در واقع با علامت دلار این خونه های رنج مرجع رو قفل کنیم و فقط اجازه بدیم که این خونه آبی سود رو تغییر بکنه. وقتی اینو بیارم پایین، میبینید هر بار من یه تغییر جدول میدم کل این خونه های رندوم آپدیت میشه، دوباره رندوم گرفته میشه. خب الان تو این نمونه‌ای که اینجا هست داره میگه که 3 تا توپ تو جعبه یک قرار گرفته. اگه دقت کنی یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش اینه. 5 تا توپ تو جعبه 2 قرار گرفته. 1، 2، 3، 4، 5. جعبه 3 و 4 هیچ توپی نیست، تو جعبه 5 یه دونه هست، 2 تا هست، یه دونه، 2 تا، 2 تا، 2 تا. خب خیلی راحت پس میتونیم الان بفهمیم که آیا جعبه هست که خالی باشه یا نه. چجوری؟ میتونیم این زیر بگیم که تعداد جعبه های خالی رو بشماره. مثلا دوباره از کانتیف استفاده میکنیم، این بار رنجمون اینه و میخواییم صفرها رو بشماریم توش. خب این دفعه تو این نمونهی که گرفتیم هیچ جعبه خالی نیست، اما اگه یه بار دیگه من اینو ران کنم باز هیچ جعبه خالی نیست. یه بار دیگه این دفعه 3 تا جعبه خالی هست، جعبه 5 و 6 و 9 خالیه. خب حالا ما هدفمون چی بود؟ میخواستیم احتمال اینو حساب کنیم که هیچ جعبه خالی نباشه. چجوری اینو انجام بدیم؟ قانون عدد بزرگ. وقتی شما میخوای احتمال یه پدیده رو حساب بکنی، یه اتفاقی حساب کنی، به تعداد زیاد اون رو تکرار کن و ببین از اون تعداد چند بار اون اتفاق میفته. پس داریم از ورژنی از قانون عدد بزرگ استفاده میکنیم که جای امید ریاضی برای احتماله. میگه پیش آمده احتمال یک پیش آمده آ میشه نسبت، در واقع این شکلی بنویسیم، تعداد دفعاتی که آ رخ میدهد به کل دفعات آزمایش. پس اون آزمایش رو به تعداد زیاد انجام میدیم، ببینیم چند بار آ رخ داد، تقسیم بر کل آزمایش میکنیم. خب حالا چجوری اینو به دفعات زیاد انجام بدیم؟ خیلی خیلی ساده، کافیه که فقط این تو این فرمول لازمه من شماره ستون آ رو هم قفل کنم که وقتی به جلو اینو اکستند میکنیم خراب نشه. خب حالا این ستون رو من کپی میکنم تو تعداد زیادی از اینا. الان هر ستون، مثلا این ستون 20 اولش داره میگه که یه آزمایش تصادفی از قرار دادنه توپ ها تو جعبه هست، هر توپ تو چه جعبه. اینجا داره میگه که تو اون آزمایش خاص چند تا توپ توی هر جعبه قرار گرفته. یه نکته که هست اینه که ما چون در واقع اینو به سمت جلو گسترش دادیم این فرمولو، کاری که باید بکنیم اینه که من اینو برگردونم، کاری که باید بکنیم اینه که توی این در واقع این قسمت فقط شماره، اولا این چرا از یک شروع نشده، اینم اشتباه از من بوده، این باید از یک شروع بشه، بعدش هم باید در واقع شماره ستون قفل نباشه، فقط شماره سطرها قفل باشه. خب اینو تا پایین بیاریم، اینم که درسته. خب حالا اگر اینو کپی کنیم تو همه اینها، بله الان در واقع ستونهای مختلف هر کدوم یه آزمایش مستقل از ستونهای دیگه است و متناظرش این پایین داره میگه که تو هر جعبه چند تا توپ هست. مثلا اینجا تو جعبه شماره 1
سه تا توپ هست، یکی دو تا سه تا نظر درست می. و این سطر آخر که مثلا من با رنگ سبز مشخصش میکنم داره میگه که تو هر آزمایش چند تا جعبه خالی بوده. خب حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم که اولا به تعداد خیلی بیشتر دوست داریم اینو اجرا بکنیم، پس اینو میخوایم به تعداد زیاد کپی کنیم. من خیلی میرم از دور این ستون رو، اولا بزیده بدین ستون ها رو ریزتر کنیم، بعدش هم اینو ستون های بیشتری کپی کنیم. خب الان ما ۱۵۰ بار این آزمایش رو به طور تصادفی انجام دادیم تو این جدول. حالا چی رو میخواییم بشماریم؟ میخواییم ببینیم تو این سطر سبز پایین که نتیجه همه آزمایش هاست چند تاشون هست که عددش صفره، یعنی هیچ جعبه خالی نمونده. اینو تقسیم بر تعداد کل بکنیم. خب این خیلی ساده است، میایم اینجا تو این خونه که رنگیش کنیم که یادمون نره، مینویسیم تعداد صفرا رو میخواییم بشماریم، count if این خونه های سبز و صفر تعداد صفراشون تقسیم بره countشون تعدادشون که باید 150 تا، ولی حالا اینجوری میزنیم. خب البته این الان میده صفر، ولی به خاطر اینه که اشارش جا نمیشه توش، من یکم این ستون رو بزرگ میکنم. صفر ماهید 22,667. خب چند تا نکته. طبق قانون عدد بزرگ این تقریبی از اون احتمال مورد نظر هست، اما به هر حال تقریبه، دقیق نیست. دلیلش هم اینه که اگه من یه بار همه این کدار دوباره رام بکنم قاعدتا ممکنه این عدد تغییر بکنه. بله تغییر کرد، 0-1933. پس می‌بینیم 22 صدام شد 19 صدام، یه در واقع نوسانی توش وجود داره. 21 صدام، 2 دهم، 22 صدام، 23 صدام، ولی به نظر میاد هولوش 2 دهم، 21 صدام اینا هست با یه نوساناتی. گاهی مثلا اختلاف 26 صدام، چند صدام اختلافش بیشتر میشه، ولی همونطور که می‌بینید رنجش توی مثلا 19 صدام تا 21 صدام اینها داره تغییر میکنه. حالا با این نوسان چیکار بکنیم؟ اینا دیگه بحثای بعدیه که تو شبیه‌سازی تصادفی مطرح میشه که دیگه الان فرصتش رو نداریم بپردازیم، که ما غیر از این که فقط یک احتمال و یک برآوردی برای اون احتمال میدیم، یه باز اطمینانی هم براش ارائه بدیم. و اینکه به هر حال همیشه با افزایش تعداد شبیه‌سازی‌ها، یعنی با افزایش تعداد ستون‌ها که الان خیلی راحته، یعنی من میتونم الان تا مثلا 10,000 تا ستون انجام بدم و دقت رو به مراتب بالا ببرم، که حالا خودتون اگه علاقه من بودین این کار رو انجام بدین، میتونین این نوسانات موجود توی این عدد رو برآورد شده که بهش به اصطلاح میگن واریانس، این واریانس رو تا جای ممکن کم بکنید و برآورد دقیق تری از این احتمال مورد نظر به دست بیاریم. خب اینجا بحث من به پایان میبرم و امیدوارم این یک نقطه شروعی برای هم آشنایی شما با حوزه مدل سازی باشه و هم ورود به حال نرم افزارهای مدل سازی و برنامه نویسی برای حل مسائل ریاضی، که در آینده برای شما بسیار مفید خواهد بود. در قسمت پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم.